میگه الان چه وضع استخله؟ کی الان استخله این تکی کرده؟ سهراب. کی؟ سهراب. اگه زوله نکش بیاین چرا در زمین کو ببینم. سلام، من یک زینب موسوی خیلی عصبانی هستم و این بخش از زندگی من. زن قدیم حامله میشد، میزاید هر چی زایده بود بزرگش میکرد. چون عصبانی ام، آدم باید واقعیت ها رو بگه. حالا الان من برم انواع اقسام تستای سلامت انجام بدم. من یک آینه قلف شده از اطرافم. امروز مالتون مدیتیشن و مراقبه جدید آوردم. آی مردم خونگرم خفن فهیم باحال فلان، شما بهترین آدم های جهان هستید. پس هر کسافت کاری که دارید میکنید و بکنید. یعنی چی چی چی؟ پیرزن قوم این شکلیه. من از قوم، ته قوم، در یک خانواده سوپر مذهبی، سنتی و متوسط خیلی رو به پایین. تولد مبارک آقا جون! تونستم استنداپ کمدی کار کنم. هیچ کس در هیچ جای جهان فکرشو نمی‌کرد من بتونم یه همچین کاری بکنم. چادر که سر می‌کنم تبدیل میشم به امپراتور و تمام سوپر پاور هام زیر چادر مخفی شد. در مورد اینکه امپراتور کیه، اما اگر اینو داره میبینه دقیقا با خودت. شخصیت مشخصی نیست، ملغمه ای از همه آدم های عصبانی و خشن و بددهن و متوقع و خودخواه جامعه که دور و برم دیدم. نفس عمیق بکشدم، بازدم. سعی کردم کاراکتر رو از خودم جدا ببینم، چون که آدم ها وقتی امپراتور کوسکو رو فالو میکنن میخوان امپراتور کوسکو رو ببینن. حتی هیچ موقع خودم هم مایل به این نبودم که بگم کیم و دارم چی کار میکنم. از یک جایی به بعد هم انقدر فضای جامعه به سمت محرومیت پیش رفت که واقعتش دوست نداشتم هیچ چیز از زندگیم رو کسی ببینه ولو کم و اندک. در مورد یه شب گرون شدن اقلام اساسی من مخالفتی باش ندارم. مخالفت اصلی من اینه که هر شب این اتفاق میفته. آدم ها امپراتور کوسکو رو فالو میکنن به خاطر کمدی، کمدی هم دریافت میکنه. Hola a todos iranianos, happy new year, Nowruz Mubarak, happy life. الله قرآن عیدی بده. من سال 2010 تو فیسبوک یه اجرای کوچولویی از مکس امینی دیدم و من میفهمیدم که این تئاتر نیست، مثل ماهی صفت و ریوندی و فلان و اینام نیست. خیلی تو اینترنت چرخیدم و با استنداپ کمدی و مقوله استنداپ کمدی کم کم آشنا شدم، دیدم زیاد. بله، کاملا آدم مذهبی هستم. شما وقتی که تو قوم بزرگ شی به هر حال مذهب بخش جدایی ناپذیر زندگیته، که یک کمدین جهان رو کامل 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 میبینه و یک دریچه جدیدی باز میکنه برای اینکه بقیه آدم ها بتونن ببینن. از صبح هر چی که فکر میکنم چجوری هنوز میتونن با خودشون کنار بیان، چون خندوندن سخت‌ترین حسیه که میتونی ایجاد بکنی. 2 میلیون نفری که میرن زیر پیج مسی فوش میدن، 2 میلیون ایرانی هستن که اینترنت دارن، اینستاگرام دارن، فوتبال بلدن، مسی رو میشناسن، میتونن دارن تو پیج مسی. پونج اون حرف این بود که حالا یه سری که خودشون بیشور بی فرهنگ بودن گفتن آه این به مردم گفت بیشور، با تو بیشور بی فرهنگ بودی. من هر روز میتونم آدم بهتری باشم، هر روز میتونم کمدین بهتری باشم و این روند رو باید بپذیری و تا قبول نکنی ناقصی، کمی، غلطی، این رو به سمت بهتر شدن نمیبری. کمدی یه کار 24 ساعت است، مدام داره ذهنت کار میکنه که آخ اینو بگو. سلام علیکم بچه، ما در کهکشان راه شیری هستیم. دلم نیمه شما ها این صحنه های زیبا رو نبینید. ببینید چه جورکی شفق قطبی از لای همه جا دارد میکشد بالا. بیشترش واقعا تویی که یوهو. من فکر دارم اخبار رو میخونم، همچنین دارم تو خیابون راه میرم، میگه این با مزه است. بیا گلدون جمع نکرده دوباره خرگار به اومد نشست بکنارش. من زنم. اکثر فمینیسم های ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنن. دغدغه فمینیسم ایرانی دغدغه زنان امریکاست. زنی که در ایران حق خروج از خونه بدون اجازه قیمش رو نداره، حالا یا پدر یا همسر. زنی که دیهش نصف یک مرده. زنی که بدون یک مرد معتاد احمق کودن مریض بیمار میتونه یک خانم دکتری رو که زنشه رو ممنوع خروج کنه، میتونه تو خونه نگهش داره. یک پدر میتونه دخترش رو سر ببره و هیچ اتفاقی واسش نیفته. یک مرد میتونه سر همسرش رو ببره و دور تا دور شهر بچرخونه و هیچ اتفاقی واسش نیفته. ما در جامعه زندگی میکنیم که زنان از حقوق اولیه‌ای که خیلی 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 زیاده محرومند. زنان نمیتونن برن استادیوم، زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن. الان این حذف غربالگری و فلان در راستای خونه نشین کردن زن هاست. زنی که درس خونده، خانواده با فرهنگی داشته، شوهرش و پدرش تو خونه نگهش داشتن، قانون نتونسته تو خونه نگهش داره، بچه معلول تو خونه نگهش میداره. همه اینها حقوق زن هاست که میتونن داشته باشن، ولی زنی که میتونه به قتل برسه واقعا براش مهم نیستش که
و من فکر میکنم که باید در مورد مسائل اصلی زنان صحبت بشه. زن اختیار خروج از خونه نداره، اختیار تحصیل نداره، اختیار کار نداره، اختیار نگهداری و بزرگ کردن بچه هاشو نداره. ما چشممون رو همه اینا بستیم و میگیم چرا پ***تونه بزنه؟ یه سری کسافتکاری در خندوانه پخش میشه و در تلویزیون پخش میشه، این استنداپ کمدی نیست. خوشحال میشم از اینکه استنداپ کمدی به سبد خانواده ها اضافه بشه در شرایطی که مرغ داره از سبد خانواده ها حذف میشه. سلام بچه ها، همین تکی که میخواستم صابونم رو بخورم به یک نکته پی بردم. زندگی همین یک فنجان چای است که این فنجونی شغال استکانه. من در مورد تهدید و تهمت و فلان و این حرفا که کوچولو بودم روزی که اینو گفتم، یه بچه‌ای بودم که یهو یه چیزهایی رو داشت تجربه می‌کرد که در زندگیش تجربه نکرده. ما مردم طلبکاری هستیم، ما به خاطر محرومیت‌ها و کمبودهایی که در زندگی تحمل کردیم آدم‌های خیلی بی ربطی رو خیلی موقع‌ها مقصر می‌دونیم. من که حالا معتقدم که کمدی رو از محیط می‌گیره. ما در جامعه صریحی زندگی می‌کنیم، صراحتاً قوانین و اطرافیان شما رو آزار میدن، شما رو زخم میزنن. ما هم برایند جامعه داریم توی در مورد فقر صحبت کنیم و سافت این حرف رو بزنیم. نمیتونی در مورد تجاوز صحبت کنیم و این حرف رو سافت بزنیم. نمیتونی از فقر و انزوایی که جامعه رو فرا گرفته صحبت کنیم و نایس حرف بزنیم. من روزانه با هزار تا دغدغه زندگی میکنم به خاطر اینکه آدم ها تصمیمات غلط گرفتن در بالا دست ما و آسیبی که اونا به من زدن خیلی بیشتر از آسیبی که من چهار تا پشت میدم. فکر کن ببین چیا تو زندگی اذیتت کردن. از کیا متنفری و دلت میخواد زندگیشون آتش بگیرد؟ باهاش تماس بگیر و سعی کن این کدورتی که در قلبت وجود داره بپاچی بیرون. آسیبی که اونا به من میزنه آسیب گنده تریه که تا یعنی یه کمدیانی هم اصلا 100,000 نفر هم این چرت و پرتایی که میگم و میشنون. این حق من و شماست که حرف بزنیم، اعتراض کنیم. اون زخم کوچولی که شد به خاطر آلودگی، به خاطر میکروبه، آنتی بیوتیکه. چک خوش کن بیش میزدی کسافت های دور اقتصاد خوش میشد میافتد درست میشد. دین و قانون به ما این اجازه رو میده که به شرایطی که توش گیر کردیم اعتراض کنیم. خیلی از آدم ها میترسن که این کارو بکنن، دلیل نمیشه که اگر یک کسی داره این کارو میکنه از جای حمایت بشه. من اگه قرار بود از جای حمایت بشم زندگیم الان این نبود، ایران نبودم. مامانم همیشه میگفت که گناهی بکن که به جهنمی شدنش بیارزه. واسه ما این چه جمعیم 20 میلیون که نمیارزه آدم چیزی رو بگی که واقعیت نداره. توی تهرانم انتخابم این بود که حجاب رو داشته باشم. امیدوارم که آدم ها به خاطر چیزی که روی سرمه من رو قضاوت نکنن، به خاطر فکرم من رو قضاوت کنن، که آدم ها انتخاب بکنن این کار رو انجام بدن. انتخاب خودشونه. من هیچ وقت منت سر کسی نذارم. اوه به خاطر اینکه من فلان شوخی گرفتم فلان جا جواب پس دادم. هیچ موقع از اینکه مثلا یه مقام قضایی، یه مقام امنیتی با من تماس بگیره، بگه بیا اینجا صحبت کن، ناراحت هم نمیشم. میرم اونجا توضیح میدم و تاوان و هزینه‌اش از بقیه آدما، این هزینه کار منه. من میخوام به عنوان اولین کمدین زن ایران که دارم فعالیت زیادی میکنم و حرفای زیادی میزنم و کارهای خفنی میکنم برای اینکه بتونم حالا کاراکتر و شخصیت خودم در جامعه جلوه بندازم، یه هزینه‌ای دارم میدم دیگه. این امپراتور کوستو یک کاراکتر خلق شده، دارم شوخی میکنم، دارم انتقاد میکنم، دارم هر غلطی که دارم میبرم میکنم. این بر خودمم، راجع به احساسات دیگه خودم، علاقه که به گربه هام دارم، به آدمای دور و برم دارم. یه بار یه خانمی به من گفتش که ما شما اومدیم اجرا و یکی از بهترین خاطرهای زندگیم بود. دو ساعت داشتم گریه میکردم که یارو چه زندگی بعدی داره. یکی از بهترین خاطرهای زندگیش این بوده که اومده منو دیده. خاک تو سرت، من اصلا تو رو یادم هم نمیاد، الهی بمیرم. مهمترین کاری که در زندگیم و در حرفه کمدی انجام دادم خلق رویال فامیلی بوده. من یه بار به 6-7 از بچه های بسیار خفن کمدی هم میخوام برم تو کافه اجرا برن. گفتن چی اجرا میری؟ گفتم نمیدونم. گفتم کجا اجرا میری؟ گفتم نمیدونم. گفتن کی؟ گفتم عید میخوام اجرا برم. عید سال 97 میشد، اسفند بود. خب چی کار میخوای بکنی؟ چجوری بلیط بفروشی؟ گفتم نمیدونم. گفتن چند میخوای بفروشی؟ گفتم نمیدونم. گفت میخوای مجوز بگیری؟ گفتم نمیدونم. شما هستید؟ گفتم ما هست. رویال فامیلی واقعا این شکلی شکل گرفت. از همشون ممنونم، از شما ممنونم، از همه مردم شریف منو دوست دارن هم ممنون. اگه همه شریفان چرا زندگیمون اینطوریه؟ یه سری هم خونسا، شریف خونسا.